به نام خدایی که خورشید را رخصت خاموشی نداد تا خوشه‌ای در مخروبه یخی بروید، و به نام همان خدایی که با خبر از حال خوش و ناخوش من باشد. درد می دهد، امید هم می دهد. ناامیدان می خشکند و امیدوارانش می رویند. هر کس به طریقی دردی دارد و هر دردی سختی خودش را. بدتر از درد خلقی که جای نبرد با خفت به این دردها عادت می کنند و با سکوت خاموش از ترس آخوند مخروش خم می شند. امروز دردی دارم که ریشه همه دردهای دردناک می باشد. با غیرتان می فهمند و به زودی شانه به شانه هم در نبردی بزرگ قیامت می کنیم. بی غیرتان چه می فهمند درد برای هویت یعنی چه؟ بی هویتی یعنی بی خانمانی، بی آبرویی و بی همه چیزی. ایرانی در سرزمین خود دارد تحقیر می شود. بیگانگان خرافه پرست ناکس تا خرخر سیر در خانه خودمان به خودمان امر به معروف می کنند. پس غرورتان کجاست ایرانیان؟ بی غرورتر آنانی که میگویند رژیم قوی است، دست ما خالی است، رژیم غلط کرده با رهبرش قوی است، از ضعف و ناامیدی شما قوی می شود. چندی پیش سنگی را رژیم مسلح و این دستان خالی پوست و گوشت را مردم تصور کردند. با مشت مردمی بر رژیم سنگی کوبیدم، نشکست. یکی دیگر زدم، زبری سنگ پوست دستم را کند. لحظه ای ناامید شدم. سنگ واقعی بود و بسیار سخت، اما غرورم اجازه باخت نداد به خاطر درد و زخم از این دوئل فکری ببازم. سومی را زدم، استخوانم تکان خورد، باز نشکست. این بار درد غیرتم بیشتر از درد سنگ بود. به خود گفتم مشت آخر، یا این سنگ یا این دست، که سنگ را شکستم. دیگر آن سنگ سنگ نمی شد، اما دستان من خوب شد. ما مردم رژیم را با دست خالی می شکنیم. کافی است اراده غیرت کنیم و از درد و زخم نترسیم. پای غرور ما، آبروی ما در میان است. باید کشور آزاد گردد، گرنه آزاده بمیریم بهتر از آن که در خانه خود بزدلانه عمر کنیم. از مادونتیان مسلح خود فروش رژیم نترسید. شرف در مش کنید. ما هدف داریم، اینا ندارن. ما به ماندگاری ایران و به حرمت ناموس و انسانیت، به خون شهیدان و هویت و یکتا پرستی و درستی مبارزه می کنیم. اینان قلاده به گردن برای تک نان تشویقی تفنگ به دست گرفتن. ما با اعتماد به خدا و تدابیر قیام سپیدی، کافران آخوندیسم و سپاهیست حتی تانک بیاورن بر سرشان میکوبیم و فراریشان میدهیم. روز علنی شدن قیام سپید، روز جدایی با غیرتان خدا پرست از بی غیرتان آدم پرست میباشد. تمام افسانه ها و داستان ها و قهرمانان و پهلوانان در قیام سپید خلاصه میشود. هر که امروز مدعی جوانمردی و مبارزه گریست، یک کبزن و جگر دارد، آماده رزم و پیکار واقعی در قیام سپید باشد. فردای قیام هر که گفت آی من لاتم، علم، بلم، بچه فلان جام، بزنید تو دهنش بگید ای بی شرافت شهوت پرست. روز علنی شدن قیام سپید کجا قایم شده بودی؟ هیچ بهانه و توجیهی لکه بی غیرتی را از این بی شرافتان تماشاچی پاک نخواهد کرد. قیام سپید واقعی ترین قیامی که هر ایرانی آزاده از دیرباز منتظرش بوده. پیروزی قیام سپید جبران همه شکست ها و تحقیر ایرانیان در طول تاریخ می باشد. با حمایت نکردن از قیام سپید فکر نکنید بر من بد می کنید. فوقش من با افتخار و اقتدار می میرم. شکست قیام یعنی خط پایان ایران و ایرانی. بعد من هر مبارزی بیاید، حتی موجود خیالی بیاید، مردم تمسخرش می کنند و می گویند تو اگر شرافت داشتی کنار قیام سپیدی ها می بودی. مردم دیگر حوصله مجازی و رسانه ها و اپوزیسیون های بی شرافتی که قیام سپید را تنها گذاشتن را نخواهند داشت، چون می دانند من مانند خارج نشینان نیم قرن مردم را سر کار نگذاشتم. من در پاییز 97 تنهایی قیام کردم و با دست خالی تا امروز لشکری ساختم و امسال 1400 تمامش میکنم. من هدف والایم را بازیچه پول و مقام و منصب نکردم. من و خانوادم حتی یک خط سیاه سیاسی نداشتیم و نداریم و مردم عادی هستیم.
هرچه هستم خوب یا بد همینم، از کسی تقلید نکردم، حرفای تکراری و دروغکی و سرگرمی نزدم، هر کلامی گفتم خودم بود و خالص از قلب و جانم، شاهدش واژه هایی که در دنیا خودم معنایش را می دانم، میان کلماتم می توانید بیابید، دات شرون ماشر بون جولی سومیان. روز خرداد 1400 29 پیام من می باشد. برای شناخت و ارتقاء دانش و سیاست و افزایش آگاهی از پیام 17 به بعد را ببینید. حتی دزدان جاه طلب سیاسی از روی این پیام ها و استراتژی ها با جابجایی کلمات زیرکانه مشق می نویسند. تاریخ انتشار را مقایسه کنید، می رسید به حرفم. از همین لحاظ جهت جلوگیری حبل‌های فرصت طلب به وقت قیام هوشیار باشید. مانند فرزندتان از قیام سپید که صاحبش خودتان هستید مراقبت کنید. فریب شعارهای تجزیه طلبانه و بسیجیان بدون تسبیح سلطنتی و پادشاهی همان سواکیان دیروز را نخورید. یک مبارز انسان واقعی ایرانی آزاده هیچگاه به خارج نشینی که غرق کیف و حالش در لابلای دلارها خوابیده سواری نمی‌دهد. همین تاج و عمامه دیکتاتوری ایران را به نابودی کشانده. چرا میخواهی در باب داشته باشید؟ چرا میخواهید برده بمانید؟ چرا میخواهید؟ شما خودتان باید باشید، آزاد باشید، آزاده. آن معدود حقیران ذلت پذیری که به ذم ذهن خیش میگویند خارج نشینی بیاید و تاج سرشان و سوارشان شود، این فراتر از بردگی و فاحشگی است. کسی که این گونه دستمال خارج نشین باشد را باید چه گفت؟ نسل جدید و جوانان همسن و سال من هرگز هرگز زمین خورده خارج نشین نمی شوند. ما ایرانی هستیم، غرور داریم، استقلال می طلبیم. این اندک ملیجک های بی آبروی سلطنتی و مجاهدین و غیره که اکنون هراسان و فاسد گشتند تفاوتی با بسیجیان منفور امروزی ندارند. هر کدام به نوعی مادونیتی دیکتاتور پرستند. گرنه کدام انسان آزاده با یک قرن تجربه از دیکتاتوری آخوندی و سلطنتی برای چندمین بار میگوید که میخواهد نوکر و برده پادشاهی شود؟ ای خاک بر سر، لااقل نگویید ایرانی هستی. فردا فرزندت با شرمساری میگوید مامان و بابای من مدافع ارباب زاده خارج نشینه. فرزندان قیام هم میگویند پدر و مادر ما یکی از سرداران با شرافت قیام سپید مردم ایران. من سیاست را خوب می دانم، اما سیاست مدار خوبی نیست. دلیلش صداقت در بیان حقایق. ببینید، من هم با رژیم می جنگم، هم با اپوزیسیون های قدرت طلب، هم با ایلومیناتی های جهان، هم با رسانه های ملی. عملا این دسته به نبودنم می اندیشند، زیرا زنده ماندن من یعنی پایان جهل و خرافات، پایان مافیای دیکتاتوری، پایان دلالی در سیاست، پایان فقر و ظلم و تبعیض. تنها مردم آزاده و با شرف دوستم می باشند، چون می دانند من قدرت را فقط برای مردم می خواهم، چون به خودم، عاقبتم، موقعیتم فکر نمی کنم. حقایقی که نفع مردم باشد حتی به قیمت جانم بازگو می کنم. بر همین منطق بهترین دنیا هم باشم، اول و آخر از سوی سیاست های سیاه بایکوتم. می دانم بالاخره رسانه مردمی و بشر دوست پیدا می شود که از قیام سپید ایرانیان حمایت جانانه کند. حمایت و تلاش و فعالیت های نصف و نیمه فریبنده است. همیشگی باشید تا آخرش. امیدوارم هیچ کدامتان نیمه راه نباشید. و اما اولش عشق، آخرش عشق، نم نم می بارد به رویتان عشق. ما یک شب و بدون اندیشه قیام نکردیم. منتظر پیام سیوم باشید. شرح تاکتیک و نبرد قیام و چگونگی مبارزه در روز واقعه از کانال تلگرام ساکاریوها 1414، تنها رسانه کوچک ولی معتبر اعلام می‌گردد. شما هم همگان را آگاه کنید. تلاشتان با شرف باد. فکر می‌کنم دو سه پیام هم همراهتان خواهم بود و دیگر پیامی نخواهید شنید تا نبرد در واقعیت. به آنچه گفته ای عمل کنید. امیدوارم در کنارم ببینم. امیدوارم در کنارم ببینم. منتظر. زنده باد ایران و مردم با شهامتش. زنده باد قیام سپید و سرداران با شرافتش. با مشت گره
کردم از عشق غزل خونیم، فریاد زنیم ایران عاشق وطنمونیم. تندیس دماونده از عشق نشانی شد، البرد شکوه تو در خاطر جانی شد. ما شهد شهادت را با نام تو نوشیم، در خاک تو کفتیم و از خاک تو جوشیم. تندیس دماونده از عشق نشانی شد، البرد شکوه تو در خاطر جانی شد. تندیس دماونده از عشق نشانی شد، البرد شکوه تو در خاطر جانی شد. این فصل تمام پیش در دست و پیش.